خب در پی حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل هم یک جلسه فوری تشکیل شد با حضور جورجا ملونی، وزیر امور خارجه، وزیر دفاع، سران سرویس‌های امنیتی و سرویس‌های مخفی و اینکه ببینن چه اقداماتی باید لازم هستش که انجام بدن در رابطه با این بحرانی که حالا رو به تنش هست، رو به افزایش هست هر روز. در نهایت دولت ایتالیا در سایت یک یادداشت رو منتشر کرد و گفت در پایان این جلسه اضطراری حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل رو به شدت محکوم میکنن و از سازمان ملل هم میخوان که کمک بکنن به کشور ایتالیا و در واقع دیگر کشورهایی که متعهد هستن و پایبند هستن به اسرائیل، که اولا که حفظ جان سربازان منطقه جنوب لبنان رو تامین بکنن و این حفظ در واقع مرزی که تعیین شده بین لبنان و اسرائیل در بلندی های جولان رو بتونن که اون رو همینطور تثبیت بکنن. و خب بیشتر نگرانی ها هست نسبت به لبنان هستش الان برای کشور ایتالیا، به خاطر اینکه میدونیم که بیش از 1100 سرباز در اون منطقه داره که حافظان صلح هستن. و نگرانی های دیگه هم داره دولت ایتالیا، مثلا اینکه خب اقتصادش به شدت وابسته به تجارت هست، تجارت دریایی در منطقه خاورمیانه و دریای سرخ، و بیشتر شدن درگیری باعث میشه که اقتصادش ضربه ببینه به شدت. و خب همچنین مسئله پایبندی به حقوق غیر نظامیان توسط اتحادیه اروپا از جمله ایتالیا هستش که خب متعهد هستن که کمک رسانی بکنن. خب اگر که این جنگ و درگیری بیشتر بشه مسلماً وظیفه اینها بیشتر خواهد بود در قبال غیر نظامیان. و خب رسانه ها گمانه زنی های مختلف میکنن، نگرانی ها از واکنش اسرائیل به ایران هستش و بیشتر صداهایی که در رسانه های ایتالیایی شنیده میشه این هستش که اگر پایگاه اتمی ایران رو مورد حمله قرار بده خب چه عواقبی خواهد.